بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابوری باز هم آذر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 711 که عبارت از ریوروکسبان و یا نیو انتیکواغولانت می باشه خدمت امسلکان ام عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم امیدوار استم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد سبب مراجعه و تاریخچی مریض برای ما میکنه می کنه که یک خانم جوان 44 ساله می باشه سابقه کمخونی داشته همچنان در سال 2009 نزد مریض دیپ ون تشخیص شده می باشه مریض امرا با آنتی تداوی می گرده فعلا مریض نزد شما مراجعه می کنه امرا با وجنال بلیدنگ از ده روز به این طرف اخیرا خونریزی های مریض شدت کسب می کنه همچنان مریض از ضعیفی عمومی سرچرخی خستگی و دردهای هایپوگستریک ایریا شاکی می باشه. مریض از اسرت تنفسی دردهای صدری دلبدی قیات و ایسالات شکایت نداره از نظر پس مدیکل هستری مریض سابقه دیپ ونترومبوز داشته که در سال 2009 تشخیص می گرده. ابتدا مریض توسط کومدین و بعد مریض توسط زرالتو و یا ریوراکس باند 20 میلی گرام روزانه تداوی می گرده. سرژیکل مایومکتومی در سال 2009 نزد مریض انجام می گرده. که مریض استفاده می کنه زرالتو و یا ریوراکس باند 20 میلی گرام روزانه میباشه. الجی مقابل پنیسیلین به شکل رشعای جلدی می داشته باشه. از نظر جی مریض سابقه فایبروید رحمی داشته مایومکتومی در سال 2009 نزد مریض انجام می گرده. سوشال هستوری مریض هفت پک پرده برای 25 سال سیگرت می کشه. از مشروبات الکلی به صورت سوشیال استفاده می کنه. درگ استفاده نمی کنه. در ماینات فیزیکی یک خانم جوان بوده فوقلاده ضعیف و لاغر به نظر می خوره. وایتل ساین مریض در حالت نرمال می باشه. نقاط مثبت در فیزیکل اگزامنیشن منظمه ها خاصف و اسکلیرای مریض یرقانی می باشه. همچنان در ماینات اوبی در وجنل اگزامنیشن علاقات خوندیده شده رحم مریض بزرگ و نان تندر می باشه. در ادنکسا کدام مس جس نمی گرده. در ماینات لابراتوری در سی بی سی مریض یک پان سایتوپینیا هموگلوبین 7.7 هماتوکریت 22.8 یعنی انیمیا و همچنان ترومبو سایتوپینیا یعنی پلیتلیت کانت مریض هزار همچنان لوکوپینیا یعنی واید بلد سل 3.8000 می باشه کواغولیشن پروفایل در حالت نرمال در سی ایم پی مریض هایپوناتریمیا هایپرکالیمیا و همچنان لیور فانکشن تست مریض بلند می باشه. چست اکسری مریض اندری مارکبل بوده در تشخیص شما کمک نمی کنه. او کانسلتیشن در امرجنسی روم نزد مریض صورت می گیره. تشخیصشان مترو ریجیا می باشه توصیه می کنند که نزد مریض پلوک سونوگرام و همچنان نزد مریض لوپرون 11.25 میلیگرام آیم ار سی ما باید توصیه گردد البته مریض با او بی کلینیک فالو اپ می کنند اسسمن و پلن دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان واجینال بلیدینگ شاید هم که به ارتباط انتی مثل ریواروکس بان و یا زرال باشه البته مریض سابقه دیو ترومبوز داشته همچنان هایپوناتیمیا و هایپرکالیمیا در نزد مریض دیده میشه پان سایتوپینیا شاید هم که متعاقب زرولتا و یا ریوراکس باشه همچنان رول کولاجن واسکولر دیزیز و همچنان رول اوت آدرنال مریض در مدیسن یا مدیکل یونیت بستر می کنن، زرولتا و یا ریوراکس قطع می کنن. همچنان نزد مریض تایپین کراس صورت می البته ورک اپ بره. کولاجن واسکولر دیزیز مثل اینه روماتویت فاکتور، ریتیک کاند و تی ایس ایچ کورتیزل و هم نزد مریض صورت می گیره. به مریض آیوی فلویت نوم سلین 100 امیل در یک ساعت چالان می همچنان دیپ وین ترومبوز با به صورت وین بود نزد مریض توصیح می گرده. ابدومنال ان پیلویگ اولتراسام در نزده مریض صورت می گیره ان ری ماینات لابراتوری بل میگرده بل روبین ای این ای روماتوید فکتور ریتی کان سچ کورتیزال و کوسینتروپین در آلت نرمال می باشه. همچنان هماتالوجی کانسلتیشن در نزد مریض به خاطر پان سایتوپینیا گرفته میشه. البته هماتالوجی بعد از اینکه مریض ماینه ما میکنن نتیجهش panchai to pinio wa abnormal liver function test shayad ke mutaabiq zaralta wa ya rivaroxaban rule out hepatitis me basha hematologist usyemi ke nakad al nazm hepatitis profile surat bigira wa al nazm mareez dobara rivaroxaban wa ya zaralta chalan na البته هپاتایت پانل برمی گرده از نقطه نظر وایرال هپاتایت نیگتیف می باشه. تشخیص نهایی در نزد مریض ما زرولتا و یا ریوراکس بام تاکسیسیتی می باشه که باعث لیور دسفانکشن و پینیا در نزد مریض می گرده. البته متعاقب توقف دادن زرولتا و همچنان شروع کردن لوبرون وژینال بلیدینگ در نزد مریض توقف کرده لیور فانکشن تست مریض بهتر گرده. بعدها ها از شفاخانه رخصت کردن و به مدیکل کلینیک اپاینمنت میتن نقاط تدریسی را که داکتر جوان ما درباره از این کیس دلچسب بر ما جمع کرده قرار زیل می باشه. اگر تاریخچه آنتی مورد مطالعه قرار بتیم بر بار اول در سال 19 سی پرنترال که عبارت از انفرکشنیتد هپرین و تاثیرات ازی انتی ترومبین دپندن انهبیتر فکتور 10A و فکتور 2A می باشد. البته باید به خاطر داشته باشین که انفرکشنیتد هپرین فکتور 10A و فکتور 2A را به صورت مساویانه می گرده بعدها در سال ۹۴0 اورaل انتیکواگولانت که عبارت از کومدین ویا ورفرین و ای ویتaمین ک deپeنdeنt کواgulatioن فکتوره مانع می گرده و امروز به اصطلاح بیشتر از کومدین استفاده می گرده همچنان باید به خاطر داشته باشین بعدها در سال 1980 پرینترال لو مالیکولر ویت هپرین که هم تاثیراتش مثل هپرین بوده اما ریشیوی فکتور 10A با فکتور 2 ای 2 to 1 to 4 to 1 می باشه یعنی بیشتر فکتور 10 هیره نظر ف... به فکتور 2 ای مانی می گرده بعدها در سال 1990 پرنچال دایرکت فاکتور 2 ای انهبیتور با وجود می آید. البته در سال 2000 ان دایرکت فاکتور 10 ای انهبیتور در مارکت ظاهر می گرده. اورل اورال دایرکت فاکتور 2 ای انهبیتور که نام دبیگاتران دا داره در دا مارکیت پیدا شده می باشه. اخیرا دایرکت فاکتور 10 ای انهیبیتور به شکل اورال فارم با وجود می که عبارت از زرولتا تا و یا ریواروکس بام می باشه. البته شما از نقطه نظر پاتوفیزیولوژی به خاطر دارین که ما انترنسیک پاتوی و اکسترنسیک پاتوی کلاتین کاسکید می داشته باشیم که اردوی از این پاتوی با کامن پاتوی ختم میگردد که شامل فاکتور تنهی و فاکتور تنه در موجودیت پروترومبینس کامپلکس پروترومبین با ترومبین تبدیل می البته ترومبین باعث اکتیویشن پلیتلیت گردیده و در نتیجه فایبرونجن با فایبرین و بلاخره کلاد فارمیشن صورت میگیره. البته باید به خاطر داشته باشین ریوروکس بان و یا زرولتا معمولا فاکتور 10 مانی میگرده یعنی در این قسمت تاثیراتش میباشه. البته این هم از اینترنت استفاده شده امو اکسترنسیک پاتوی و انترنسیک پاتوی کلاتین کسکیت نشان میده که اردویش با کامن پاتوی ختم میگرده البته باید به خاطر داشته باشین ریواروکسبان و یا ای که زرولتا بالای فاکتور تنه تاثیرات خود می داشته باشه یا مانی فاکتور 10 می برخلاف دبیگترون تاثیراتش بالای فاکتور 2 ای و یا ترومبین می باشه. البته ای سلاید هم از تکس بک استفاده شده ریواروکسبان و اپیکسبان مانی فاکتور 10 میشه دبیگترون مانی فاکتور تو ای میگرده در حقیقت تمام از اینا مانی فایبرینوژن تو فایبرین و کلات فارمیشن میگرده البته اینجا به صورت مشخص نشان میده که فاکتور 10A و فاکتور 5A در موجودیت کلسیم پروترومبین با ترومبین تبدیل می کنه. ریواروکس با اینمی مرحله را یعنی تحول پروترومبین با ترومبین یعنی مانی فاکتور تن ای در این آیه می گرده در البته در این آیه تاثیرات خود می داشته باشه همچنان باید به خاطر داشته باشین که میتابولیزم ریواروکسبان در حدود 66 فیصد توسط جگر و در حدود 33 فیصد توسط گرده ها صورت می گیره. البته در این سلاید فارماکوکینتیک نیو آنتی که شامل ریواروکسبان اپکسبان و دبیگاتون می باشه برای شما نشان می دن مکانیزم و اپکسبان فاکتور تنی انهیبیتور می باشه در حالی که دبیگاتون ترومبینه یا فاکتور 2 ایرمانه می گرده تاثیرات اپکسبان و دابیگاترون سریتر نظر به تاثیرات ریواروکسبان می باشه. هفت لایف ریواروکسبان کمتر از 9 ساعت، اپکسبان و دابیگاترون بالاتر از دوازده ساعت آف لایف می داشته باشن. البته در تمام ریواروکسبان، اپکسبان و دبیگترون کدام مونیتورینگ سیستم ضرورت نیست. یعنی پی تی تی و آینار در نظر مریضا باید مانیتور نگرده. دوز ریواروکسبان وان صده می باشه در حالی که اپکسبان و دبیگترون توای صده می باشه همچنان باید به خاطر داشته باشین از نقطه نظر رینال اکسکریشن در حدود 36 فیصد ریوراکس بام 25 فیصد اپکس بام از طریق گرده ها اطراع میشه در حال که 80 فیصد دبیگتران توسط گرده ها اطراع میگرده نقطه فوق مهم دیگره که باید به خاطر داشته باشین عبارت از پروتین باندینگ می باشد. ریواروکس بام در حدود 95 فیصد اپکس وام در حدود 87 فیصد پروتین باند می باشه در حال که دبیگتران 35 فیصد پروتین باند می باشه البته روی زیم ملحوس شما نمیتانین در تداوی اووردوز ریواروکس بان و اپکس بان از همودلیز استفاده کنین هیمودائلیس در اووردوز دبیگاترون تا اندازه مؤثر می باشهد البته شما می تانید که از هموپرفون و یا چارکل هموپeرفوژن در تداوی اووردوز اپیکس بام و ریوراکس بام استفاده کنید عوارز جانبی زرولتو و یا ریواروکس بام در قسمت قلبی و ای پریفرال اودیمان از مریضا دیده میشه در قسمت سی این سردردی سر اتا سینکوپل اپسود و خستگی در قسمت اعراض جلدی برویزنگ خارش در قسمت گسترو انتستینال ایسالات قبضیت دردهای بدنی در قسمت جنت یورینری همت یوریا و همچنین در قسمت هماتالوجی نزد مریض هماتوما همچنان در قسمت ماسکولر دیزیز در نزد مریضا درد های کمر، اوسیو ماسل سپازم، در قسمت رسپراتوری سیستم، اپستاکسس، هماپتسس، همچنان در قسمت هماتالوجی نزد مریضا، پانسایتوپینیا، همچنان ترومبوسایتوپینیا و همچنان در قسمت او نزد مریضا، مینورجیا هم دیده شده میتانه. همچنان باید به خاطر داشته باشین در واقعات که امرا با اووردوز نیو انتیکواغلان و خونریزی ها نزد شما مراجعه کنه کدام انتیدود خاص وجود نداره. اما میتونین که از اورال اکتیوید چارگول در اووردوز اپکسبان دبیگترون و ریوراکس بان استفاده کنین. همو دالیس و همو پرفیوژن و همو پرفیوژن در تداوی دبیگتون اووردوز مؤثر می باشه. البته اکتیویت چارکول ایمو شاید هم که در تداوی اووردوز اپیکسیبان و ریوراکس مؤثر باشه. اما فرش فروزن پلازما و اکتیبوتید فاکتور 7A و بقیه تداوی ها در نزد عظیم ریزا مؤثریتش تا انو ثابت نشده. البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیسا را امرای ما تعقیب میکنند اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این احساس یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریت های در قسمت هستری فیزیکل اگزامینیشن، ماینات لابراتوری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود دارد. که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین ایات یک زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین بناهن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بناهن یک سسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره ما یقین کامل داریم با بزرگواری که داره این ای اشتباهات ما را افوه می کنیم همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکتر افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا دات کام تماس آسل کنید تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم